رویدادهای طبیعی، خشکسالی، محرومیت از دسترسی به مواد خوراکی لازم و سیستم بهداشت و درمان ضعیف بر زندگی افراد نیازمند در افغانستان تأثیر گذاشته است و 9.5 میلیون نفر در 20 هزار روستای افغانستان به خدمات بهداشت و درمان دسترسی ندارند و یا دسترسی بسیار اندکی دارند. با هم گزارش همکارم فاطمه موسوی را ببینیم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد حدود 9 میلیون و 500 هزار نفر در افغانستان در مناطقی که زندگی می کنند که به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند. یونیسف این اظهارات را روز یک شنبه 8 بهمن در صفحه ایکس خود نوشت. این نهاد افزوده است یونیسف و نهادهای همکار تعهد به تضمین ارائه خدمات بهداشتی اولیه و سایر امکانات لازم برای هر کودک، زن و خانواده هستند. پیش از این سازمان پزشکان بدون مرز نیز اعلام کرده بود سیستم بهداشتی افغانستان مدت هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیادی روبرو شده است. این سازمان در گزارشی تأکید نموده که به دلیل تخریب زیرساخت‌ها در سیستم بهداشتی افغانستان، کمبود کارمندان سیستم بهداشت و درمان، وخامت اوضاع بهداشتی و عدم تأمین نیازهای بهداشتی و درمان، خطر مرگ و میر در میان مردم نیز بیشتر شده است. بر اساس این گزارش پس از سقوط حکومت پیشین در افغانستان که باعث کاهش بودجه از سوی تامین کنندگان بخش بهداشت و درمان افغانستان شد، فشار بر سیستم بهداشتی این کشور نیز افزایش یافته است. گفتنی است که مردم بعضاً در برخی از مراکز استانها به خدمات بهداشت و درمان دسترسی دارند، اما افرادی که در مناطق دوردست ساکن هستند برای دسترسی به این امکانات با مشکلات فراوانی روبرو هستند. در مراکز دوردست خدمات بهداشتی به نحو مطلوب فراهم نیست و دارو به میزان لازم در داروخانه ها و بیمارستان ها وجود ندارد و هنگامی که بیماران به بیمارستان ها و مراکز درمانی مراجعه می کنند پزشکان می گویند باید داروها را از خارج از مراکز درمانی خریداری کنند. این در حالی است که وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم افغانستان بسیار ضعیف است. بر پایه برخی از گزارش‌ها به دلیل نبودن خدمات بهداشتی و درمانی لازم در بدخشان، برخی از زنان باردار در راه رسیدن به مراکز درمانی جان خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که پیش از این نیز برخی از سازمان‌های دیگر گزارش داده بودند که وضع محدودیت‌ها بر کار و زندگی زنان در افغانستان دسترسی آنها را به خدمات درمانی و بهداشتی و کمک‌های بشردوستانه کاهش داده است. و از همین روز زنان بیشتر از فقدان خدمات بهداشتی درمانی رنج میبرند. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. برای صحبت بیشتر در این باره دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل با ما همراه هستند. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای مصباح، بر اساس گزارش یونیسف 9.5 میلیون نفر در افغانستان به امکانات بهداشتی و درمانی دسترسی ندارند. پزشکان بدون مرز هم گزارش مشابهی قبلا در این زمینه داده. نظر شما در این رابطه چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان محترم. بله، متاسفانه وضعیت بهداشت در افغانستان هر روز بدتر و بدتر میشه، چون وضعیت اقتصادی مردم هم بدتر میشه. البته عامل اصلیش وضعیت یا افت اقتصادی مردم نیست، عامل اصلی عامل اصلی جای دیگه هست. من میخوایم فقط در ابتدایی رو بعض برسانم وضعیت بهداشت در افغانستان نظر و دوره جمهوریت بدتر شده است. علتش هم ایست که از یک طرف حکومت طالبان از یک روی قدرت آمده از 2.5 سال پیش تا امروز به رسمیت شناخته نشده و سرمایه‌گذاران خارجی در افغانستان او سرمایه گذاری هایی قبلا داشتن در رابطه با صحت و مؤسسات که برای درمان و صحت کار میکردن در افغانستان اینا هم نیستن فعلا و این وضعیت را بخشنتر کرده است. از طرف دیگر مناطق دوردستی که در دورتر از مرکز افغانستان دورتر هستن، ولایت هستن به لحظان ما هم بردیم، البته هم به لحاظ ساختار جغرافیایی و هم به لحاظ مشکلات دیگری که در باب صحت وجود دارن، مردم از این باب دچار محرومیت بسیار شدید هستند
و البته گزارش های شبیه آنچه که شما فرمودین که در این اواخر گزارش شده که بسیاری از زنان باردار در مسیر راه پیش از رسیدن به مراکز درمانی و زایشگاه بارشان را به زمین میگذارند و حملشان را به زمین میگذارند، این گزارش قبلا هم وجود داشت، منتها آنچه که تایید میشه و طبیعی است شدتش بسیار زیاد شده است و امروز متاسفانه وضعیت نظر به دور جمهوریت بدتر است. البته دور جمهوریت هم وضعیت بهداشت خیلی خوب نبود، همه مردم به وضعیت مطلوب نرسیده بودن از این نظر، یعنی از نظر دسترسی به مراکز درمانی و دارو یک وضعیت کافی و بسنده نبود، ولی روی هم رفته باز هم تا جای بهتر بود. امروز وضعیت آنچه که شما فرمودین که 9.5 میلیون مردم از داشتن دسترسی مطلوب به درمان و دارو محروم هستند، شاید هم وضعیت از اون بدتر باشه. بله. آیا کلن امکانات درمانی و بهداشتی در افغانستان کم شده و یا مشکلات اقتصادی و سایر مشکلات دیگر باعث به وجود آمدن این وضعیت شده و افراد متمول و ثروتمند به امکانات بهداشت و درمان دسترسی دارند؟ افراد متمول و ثروتمند در شهرهای بزرگ، در بزرگ شهرهای مثل افغانستان، مثل کابل و مزار شریف و قندهار و هرات، بله تا جایی این مشکلشان حل میشه در مرکز، و اگر هم حل نشد اینا میتونن که به بیرون از افغانستان سفر بکنن و مشکلات در مرکزشان حل بکنن. چیزی که مهم عوام مردم و عمومیت مردم، عموم مردم متاسفانه دچار این مشکل هستن، هم عامل اقتصادی در این قسمت نقش دارد و هم پایین آمدن امکانات درمانی و بهداشتی در افغانستان نقش دارد. بله جناب مصباح، به عنوان یک پزشک متخصص در افغانستان چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت درمانی و بهداشتی در افغانستان پیشنهاد میکنید؟ خب اولا خود سازمان جهانی بهداشت در این عرصه پیش قدم شود و مسئولیت خود در قسمت مردم افغانستان بیشتر از پیش به عهده بگیره و انجام بده. از طرف دیگر وزارت بهداشت طالبان با دور از مباحث سیاسی با مراکز و نهادهای بین‌المللی بهداشت وارد گفتگو شوند و این بسیار مؤثر و کارساز خواهد بود و افراد خیر و سرمایه گذار را تشویق و ترغیب بکنند برای سرمایه گذاری و ایجاد تغییر در وضعیت بهداشت سراسری افغانستان. متشکرم از شما دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل.